آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. درود بر شما هموطنان فرهیخته و فرهنگی. هزاره شعر فرصت شایسته است برای اینکه درباره شعر سخن بگیم و متعالی ترین شکل اندیشیدن و رفتار ایرانی. در ابتدای کلام در این نوبت میخوام از شاعر بزرگ عهد قاجاری یعنی فروغی بسطامی براتون یه غزل بزیست و نزدیکی با او داشت، هم نشین او بود، با هم شعر میگفتند، با هم میگفتند و اختلاط میکردند. فروغی بسطامی از بهترین شاعران دوره بازگشت محسوب میشه، یعنی شاعرانی که از بزرگان شعر قدیم پیروی میکردند و فروغی بسطامی به شکل شگفت‌انگیزی نزدیک به شعر سعدی شعر میکرد. شعری که انتخاب کردم اتفاقا از اون شعرهاییست که خیلی شبیه سعدیست و اگر آثار سعدی رو در حافظه نداشته باشیم میتونیم باور کنیم که این غزل رو سعدی گفته باشه. چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. سر شانه را شکستم به بهانه تطاول، که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز دستی. ز تو خواهش غرامت نکند تنی که کشتی، ز تو آرزوی مرهم نکند دلی که خستی. کسی از خرابه دل نگرفته باج هرگز، تو بران خراج بستی و به سلطنت نشستی. به قلمرو محبت در خانه ای نرفتی، که به پاکیش نرفتی و به سختیش نبستی. به کمال عجز گفتم که به لب رسید جانم، به غرور و ناز گفتی که مگر هنوز هستی. ز طواف کعبه بگذر تو که حق نمی شناسی، به در کنشت منشین تو که بت نمی پرستی. تو که ترک سر نگفتی ز پیش چگونه رفتی، تو که نقد جان ندادی ز غمش چگونه رستی. اگرت هوای تاج است ببوس خاک پایش، که بدین مقام عالی نرسی مگر به پستی. مگر از دهان ساقی مددی رسد، وگر نه کس از این شراب باقی نرسد به هیچ مستی. این بخش بخشیه که میدونم علاقه مندان زیادی داره، بابت این که هم مرور خاطره های آهنگین نسل های مختلفه و همین که بحثی رو آغاز کردیم در محضر عبدالجبار کاکایی عزیز که کمتر به اون پرداخته شده. این که ببینیم ترانه های ماندگار، یعنی ترانه هایی که نسل های مختلف میشنون، بهش انس گرفتن، لذت میبرن با سلیقه‌های مختلف، چرا ماندگار شدن، چه خاصیتی در کلام اونها هست، قطعا میتونه بحث جذابی باشه. مثلا این که عبدالجبار کاکایی که خودش ترانه‌سرای بسیار خوبیه و بسیار ادبیات رو خوب میشناسه این کلام رو بیان کنه. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. ممنونم. های دکتر، عرض سلام دارم خدمت بینندگان گرامی شبکه 4. بله، ترانه موفق و ماندگاری که بیشک سرایندش هم یکی از تصنیف سراهای ارزشمند روزگار ماست با نام تخلص سایه، هوشنگ ابتهاج، کسی که در چینش کلمات، های دکتر، ابتهاج بیشتر از اینکه شاعر باشه به نظر من ترانه سراست. این چیزی از شأن ابتهاج کم نمی کنه، یعنی آرایش کلام او حتی در غزلهاش، اون سیستم در واقع آواشناسی که ایشون در چیدن کلمه ها داره، هر شعر او رو خواندنی کرده.
یعنی اغلب آثارش قابلیت تغنی کردن و اجرای آهنگین و آواز داره. به هر حال میل این آدم به سمت کلام آهنگین بوده و قول بیشتر آثارش تا غزل. آثارش غزل‌هاش هم گرایش به موسیقی کاملا مشخصه. حالا اینکه یک روزگاری رئیس واحد موسیقی بوده، اونم اثر گذاشته بر ایشون و هم این خاصیت ابتهاج در این که رئیس واحد موسیقی بشه اثر گذاشته، هم رئیس واحد موسیقی بودن در این ویژگی‌ها حتما موثر. خب قاعدتا پیش بینی می‌کنم که سرگشته رو می‌خوایم. بله کار سرگشته که غالبا جامعه با مصرع اولش به یاد میارن، تو ای پری کجایی. این کار از موسیقی و ملودی شروع شده. بله. اونطوری که سازنده آهنگش استاد همایون خرم نقل میکنه، شبی مهمان منزل هوشنگ ابتهاج بوده، به تعبیر خودش به ابتهاج از اون میخواد که کار مشترکی با هم انجام بدن. ظاهرا جزو اولین کارهاشون یا شاید اولین کارشون بوده. ایشون بعد از یه تنفسی به بالکن خانه میره و به تعبیر خودش بارانی هم داشته میباریده و ملودی در ذهن او شکل میگیره. بله. نوت‌ها به شکل آواخوانی یا آوانویسی به هر حال در ذهن ایشون شکل میگیره و هوشنگ ابتهاج روایتی از یک شعر عاشقانه رو که بعدها حتی حسین قوامی وقتی این رو میخونه، جالبه، خود حسین قوامی اشاره میکنه که من وقتی این رو خوندم هم ذات پنداری کردم با شاعرش و این رو برای همسرم خوندم. بله. یک عاشقانه کاملا زیبا برای یک زندگی لطیف ایرانی. حالا اینکه فرمودید، حالا شاید جذابتر بشه با این نکته که خاطری تعریف میکنه از استاد غلام حسین بنان که در خانه نشسته بود و برای اولین بار توی پری کجایی یا سرگشته از رادیو پخش میشه و بنان هیجان زده میشه. صدای قوامی خب از دوستانش هم بوده. بله. صدا میکنه، خب خانم بنان اسمش پری بود. بله. بعد میگه پری بیا حسین یه ترانه برات خونده. این توی پری کجایی خیلی تداعی های جالبی داره. استفاده از کلمه پری هم آقای دکتر میدونید که پری جزو موجودات افسانه‌ای در فرهنگ ما ایرانی هست. بله. در ادبیات در واقع اوستایی و زرتشتی ما البته موجودی اهریمنیه، اما پس از آیین زرتشت در دوره اسلامی این موجود مورد توجه قرار میگیره. حتی فرشته رانده شده از بهشت به پری اطلاق شده در مصرعی که میفرماید از اون بهشت پنهان درینه میگشایی. شاید ابتهاج نگاهی به این ماجرا داشته که پری از اونجا آمده. و البته پری چون از این موجودات اهریمنی است که شما فرمودید، جن و پری، دیو و پری در تاریخ ما تو دو تا ترکیب آشناست. انگار رفتار پریان که در نه تنها در فرهنگ ما، در فرهنگ جهانی، موجودات اهریمنی که به ظاهر زیبا برای فریفتن میان، غالبا این تلقی از آره، پری برای توی همین زیبایی ظاهر پری همچنان مورد ستایش قرار گرفته. زیبارویان رو گاهی به پری بله. که حافظ میگه پری رویان. بعدش میگه قرار دل چو بستیزن بسه، یعنی باز قرار گرفتن، قرار رو از دل ستاندن به اون نقش پری بودنشون. چون سهراب هم توی شعر پشت دریا میگه که نه به آبی ها دل خواهم بست، نه به دریا پریانی که سر از آب به در میارند و در آن تابش تنهایی ماهیگیران میفشانند فسون از سر گیسوهاشان. این پریان در ظاهر زیبا میفریفتن آدمیان و دیوانه میکردن. بله. مگر دیوانه خواهم شد در این سودا. بله. که شب تا روز سخن با ما پری زدم میگفتن پری در خواب و پری. بله. اما خب جالبه، من یه اشاره بکنم، در فرهنگ ما کردها منطقه غرب ما یه سنتی داریم به نام سمنو پزان. بله. صبح وقتی سر دیگ سمنو رو باز میکردیم به ما میگفتن که اون خلل و فرجی که روی سطح سمنو هست اثر انگشت پریه. بله. و شیرینی سمنو اثر لمس این و نشون میده این ذهنیت نسبت بله. به پری مثبت بوده. این تفاوت دیدگاهی است که در ظاهری زیبا جلوه‌گر میشه، برعکس دیو یا جن که ظاهری زیبا نداره. بله. شعر با این بیت شروع میشه که شبی که آواز نی تو شنیدم، چو آهوی تشنه پی تو دویدم، دوان دوان تا لب چشمه رسیدم، نشانه ای از نی و نغمه ندیدم. تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی، از آن بهشت پنهان درینه می گشایی. که ترجیع کار
من همه جا پی تو گشتم، از مه و مهر نشان گرفتم، بوی تو را ز گل شنیدم، دامن گل از آن گرفتم. لطف در واقع ذوق شاعرانه ابتهاج در چیدن کلمات استادانه، حتی این متن بدون موسیقی هم زیبایی زیباست. اما باز هم یک سند دیگر برای این که این متن تطبیق کامل با موسیقی داشته. دقیقاً. و خارج از موسیقی لاقل از جهت آهنگ چندان جذابیت های شعر فارسی رو نداره از جهت وزن، اما جهان شاعرانش خیلی قویه. بله، حتی از ترجیع دوم به بعد کلن مدل شعر عوض میشه. بله. از حیث تعداد هجاها، دل من سرگشته تو، نفسم آغشته تو، به باغ رویاها چو گلت پویم، براب و آینه چو مهد جویم، تو ای پری کجایی در این شب یلداز، پیت بویم به خواب و بیداری سخنت گویم، تو ای پری کجایی، مه و ستاره درد من میدانند، که همچون من پی تو سرگردانند. جالبه اینجا توسعه غم و اندوه شاعر به محیطش، به اطرافش، به ماه و ستاره و شبی کنار چشمه پیداش و میان اشک من چو گل واشو، که اصلا پایان بندی شعرم با امیدواری شاعر به این که دوباره موفق به رؤیت این پری بشه. یک انسجامی هم از جهت ورودی و خروجی شعر هست. بله. چون اول دوان دوان به کنار چشمه میره و چیزی نمیده، جستجوگره و پیدا نمیده، بلاخش میگه کنار چشمه پیدا شد. یعنی همون جایی که جستجوهای او. یادم استاد همایون خرم میگفت که خب میدونی از کارهایی که آدم فکر میکنه از عهد ازل بوده، ولی آغاز دهه 50 این کار ساخته شده. بله، حتی و سال 51 انقلاب هم جناب خرم این کارو تنظیم کردن. بله. برای محمد اصفهانی که درسته این کار که در ابتدای دهه 50 ساخته میشه، وقتی که کار پرداخت میشه و شعر آقای ابتهاج میشینه روی موسیقی استاد خرم، خب آقای ابتهاج چون وارد موسیقی بوده، خوانندگان متعددی رو پیش بینی میکنه یا پیشنهاد میکنه به همایون خرم که فلان خواننده، یا فلان، خب خیلی خواننده خوبی تو موسیقی ایران بودن که اون روزها هم خیلی خوب شنیده میشدن. بعد با هم که صحبت میکنن به این نتیجه میرسن که مضمون این شعر و روند روایی شعر به تعبیر استاد خرم یک صدای خسته میخواد، نه یک صدای قشنگ، یک صدای پر جلوه. و میرن سراغ خواننده‌ای که تقریبا دوران شهرتش کم کم سپری شده بود، صداش هم باریتون بود، حسین. بله، حسین قوامی که فاخته‌ای مشهور بود. بله. که از دوستانشون هم بود. میارن در دوران پایانی خوانندگیش در واقع شاهکارش رو میخونه که دوباره اوج میگیره. یعنی اون خستگی جستجو. این که سالیان دوان دوان جسته است و نیافته است رو حتی تا این حد فکر میکردن که لازمه در صدای خواننده باشه. اینا حکمت‌های انصافاً روشن پشت برای آثار فاخر و ماندگار. اینه که یک اثر ماندگار، دلایل اثر و ماندگار. بسیار عالی. چقدر کار خوبیه این سرگشته یا توی پری کجایی. این هم از اون کارهایی است که تو همه گلچین‌ها به قول امروزی‌ها سلکشن‌های موسیقی حضور داره و بارها هم خوانده شده و هر بار هم که خوانده بشه لذت داره. گوین که ما قدیمی ها اون اجرا اولیه رو بیشتر از بقیه اجراها میپسندیم، در همایون اجرا شده است. سپاس میگم استاد عبدالجبار کاکایی رو به خاطر حضور موثرشون و شما دعوت میکنم به ادامه برنامه هزاره شعر. مثل همیشه توجه. بسیاری از عزیزان هستن یه وقتی توی مکالمات روزمره صحبت از طنز که میشه با یه حالی میگن ای بابا دل و دماغ نداریم، که یا مثلا تو هم دلت خوشه. فکر میکنن وقتی به سراغ طنز میری یعنی دلخوشی و ساده دلیست که به سراغ طنز میری، یعنی واقعیت ها رو نادیده گرفتی. اتفاقا برعکس، اهل طنز جدیتر با مسائل جهان روبرو میشن. این جمله منسوب به چارلی چاپلینه که میگه آن که میگرید یک درد دارد، آن که میخندد هزار و یک درد. حالا چه از چاپلین باشه چه نباشه، جمله مهم و درستیه. ما این فرصت رو در هزاره شعر فراهم کردیم که به طنز بپردازیم و در مقابل یکی از بهترین آدم هایی که در طنز من شناختم تا امروز بنشینیم و
سخن بگیم. قطعا یه جاهایی دردمون میاد، جاهایی این طنزایی که مهمان عزیز برنامه میگه خیلی هم خنده‌دار نیست. اکبر اکسیر، درود بر شما. من خدا شده برای خندیدن و خنداندن اصلا فکر نکردم، یعنی کار من از گریه گذشته است، از آن میخندمه. و من همیشه میگم که اگر واقعا طنز پرداز بتونه با شگردهای خاص خودش درد اجتماع را بیان بکنه و به حقیقت این طنز رسیده است و ما طنز پردازا واقعا میگم اومدیم تا زندگی را برای مردم عادی قابل تحمل بکنیم. برای اینکه خودشون هم در قرآن خوندن که همه انسانها را ما در رنج آفریده ایم، بعد که باید یه گروهی باشه که بیان رنج اینها را تسلی بدن. ما به تسلیت غم آمده ایم با لبخند با شادی. خیال نکنم ما بی دردان بی خیال هست، نه، ما تمام دردها را مخصوصا در این خرداد ماه که ایران سراسر عذاب بود، ما همه اینها را میدانیم. بسیار. ولی ما آمده ایم لحظاتی را با شما عزیزان، با شما دوستان، با مخاطبان عزیزمون بگوییم و در کنار لابلای این گفتنها مشکلات خودمون رو هم بیان بکنیم. خیلی وقتا اصلا شما با ظرافت به نکاتی اشاره میکنید توی طنزاتون که شاید آدم های خیلی جدیه به دور از طنز متوجه اون نکات نمیشن. حالا یکی از دردهای بشر و طبیعتاً ملت ما در این چند سال اخیر این بیماری همه‌گیر کرونا بود. تقریبا من و شما که قطعا من خبر دارم که هر دو مبتلا شده ایم در این دوره و خیلی از بینندگانمون، شاید بشه گفت همه بینندگانمون گرفتن. اگر نوازش بگم، پرستاری بگم، زحمات ملیحه نبود و دعای بدهکاران طلبکاران نبود، من مرده. شما بمونید که بدهیاتونو بدید. بله خدایا اینو نگهدار که بدهیای ما را بده. من ولی یه زرنگی خاصی کردم، از این خانه نشینی ها نهایت استفاده را چه کردید در این دوستان؟ من در زوار کمپوت گیلاس که ملیحه می آورد و من دونه هاشو می خوردم خودش آبشو. خدا حفظ کنه ملیحه خانم، خودش اصلا مبتلا نشد در این دوستان اصلا. با اینکه نزدیک من بود، من برای اینکه شعرهایی در این دو سال در مورد کرونا گفتم که هر دو در دو کتاب آخرم مارمولک های هاچبک و رادیاتور تصور هاچبک بودن مارمولک خیلی تصور جذاب تا دومشو میگرفتیم میبرید دروشو میافتاد. بله من این دو تا کتاب را آماده کردم و انتشارات خوب و عزیز و محبوب مروارید که واقعا سرمایه‌اش در راه شعر گذاشت، فرهنگساز بوده، واقعا فرهنگساز بود. و جناب حسنزاده لطف کردند و این کتاب‌ها را هم چاپ کردند که بلافاصله به چاپ دوم رسیدند. این کتاب‌ها حاصل شعرهایی بود که من از این بیماری که واقعا ناعلاج بود و به همت کادر بهداشتی پزشکان عزیز ما توانستیم به اوج گله های کشف و پیشگیری از این بیماری برسیم و الان که من میشنوم که نمره صفر را به مرج در کرونا به صفر رسیدیم، هولوش صفر حرکت میکنیم، ولی همین که بیرمق شدیم بیماری و بله 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 اونایم که یکی دو نفره هم که میمیره اونم پوز میدن که نام ما در تاریخ بمونه، بعد از به صفر رسوندن ما مردیم. حالا انشالله همه زنده باشن و مخصوصا حالا که میگن که آقای اکسیر داره آبله میمون میاد، خیلی خوشحال شدم خدا شاهده. چرا باز دو مجموعه دیگه میاد؟ نه برای اینکه این آبله میمون آبله شاعرانیست که تقلید میکنن. اینا واقعا اومدن تا به اینها بفهمونن عزیزان من شما دیات باشه، نه دهه تهلی در راه هست، نه کافه نادری، نه کافه فیروز، هیچ کدام از اینها درد شعر ما را تازه نمی کنن. با زیر ابرو برداشتن، با موهای دو مصبی و با سامسون تای آنسنانی و چیفچش این و اون شدن و در کافه های قلیانی دو سیف چشیدن شما را شاعر نمی کنید. بخونم میشه شاعران شیشه. اکبر اکسیر عزیز، من در این باره میخوام تو یک نشست مستقل با هم حرف بزنم. حتما. الان بیشتر میخوام از این دو سال کرونا بگم. کرونا بگم. چی اتفاق افتاد؟ معروفترین شعر دو سال کرونای من شعر پرتغال بود. پرتغال. من فقط به حرف ملیحه گوش میدم. بگوید بمیر، میمیرم، نمیر،
نمیمیرم. در عمرم فقط یک بار به حرف ملیه گوش ندادم، خدا شاهده، آن هم در دوره پروتکل. این گفت... خدا شاهده جز شعر نبود. نبود. گفت ماسک بزن، دوتا دوتا زدم. گفت 2 دقیقه 20 ثانیه صابون بزن، 20 دقیقه زدم. تا گفت 2 متر فاصله اجتماعی را رعایت کن، گفتم نه، تو بگو 2 میلی‌متر. هرگز. آفرین بر شما. خب خیلی وقت حرفشو گوش نکردید که. واقعا من گوش نکردم و همیشه در کنارش بودم. خیلی دوست داشتیم ملیه خانوم هم اینجا باشن. ای کاش واقعا انشالله که دفعه بعد ملیه در شعرهای من هست. این افسردگی و بیحالی که در وجود اکبر اکسیر الان میبینید به خاطر اینکه ملیه خانم نیست. واقعا اکبر اکسیر با آتیش میکشه استودیو رو. اگر ملیه در اتاق فرمان بود واقعا میگم اصلا انشالله که همه عزیزان، همه شاعران در کنار خانمهاشون، در کنار خانوادهشون واقعا سرشار از انرژی باشند و بدونن که این زندگی ارزشه. واقعا میگم و حرف و حدیث های دیگر رو آرزو میکنم که همه آدم ها آقایون یک ملیحه داشته باشن و اونایی که دارن ملیحهشون رو قدرشو بدونن و نگه دارن. خب بریم سراغ پروتکل که خوندید. چه دیگری اگه هست؟ بله. چطور ممکنه این بیماری که داره هزار و چند ده هزار مردم رو حالا عواملشون میگیره میشه مبنای شعر طنز؟ افسردگی گرفتم، به پوتی رسیدم، خواستم خودم را بکشم و روشن فکر از دنیا بروم. ملیحه مانع شد، گفت یک صادق هدایت برای ما کافی است. یک روز خانه خلوت تناب آوردم، صندلی گذاشتم تا آویزان بکنم. ناگهان حدیث و لنا وارد شدند. آقای دکتر تا بازی با نوه ها چه لذتی داشت. آفرین. یعنی تناب اعدام تبدیل شد به تاب نوه ها. خدا روان عباس کیارستمی رو در آن دنیا شاد کنه. آمه. که با الان فصل گیلاست. بله اون فصل گیلاست، اون فیلم فوق‌العاده. ولی 120 من تا حال نخوردم خدا شاید. حالا شاید تهیه کننده 1 کیلو برای ما بخواد. حالا چون برنامه ممکنه این گفتگو روزهای بعد به نظر عزیزان برسه، قیمت نگی چون حسرت می‌خورن. میگن که این مثلا اینقدر بوده خوش به حالشون. نه خب میبرم بالا. خودش رو بکشه. واقعا زندگی اونقدر زیبایی داره که حیفه که مرگ حتمی است، اما تا زندگی هست به مرگ فکر. بله واقعا اصلا تا آخرین لحظه اصلا کار ما اینه. بله. اصلا من وقت به گذشتم نگاه میکنم، جناب کاکاوند تمام خانواده من تا سبحانه تا شیرین شب تا شیرین ما با اینا بزرگ شدیم. یه دفعه هم که پولی به دست مثلا رحمتیش خدا رحمت کنه پدرم رسیده آبدو خیار داشت دیگه. ببین شاهانه بود. ولی با تمام اینا فقر شریف ما یک زندگی بسیار شادی داشتیم. عامل کرونا خفاش پنگولین، عامل آلودگی هوا مازوت، عامل قطعی برق استخراج بیت کوین، عامل سیل و آب گرفتگی معابر ابر و باد و مه و خورشید و فلک، عامل زلزله اصلا تابه ها خدا شاید به دهنم نمیخوره. سلبریتی ها و هلال احمر، اینا عامل زلزله. عامل گرانی تحریم احتکار شایعه، عامل افزایش قیمت دلار و سکه دلالان فردایی، اینا دیروز اعلان کردن. خلاصه ما عامل تمام بدبختی ها را میدانیم، اما بدبیاری همچنان ادامه داره. آخه بدبیاری و بدبختی. سپاسگزارم. چقدر حال خوبی داریم با شما جناب اکسیر. تشکر میکنم و دلمون خوشه که همچنان هستید. خب عرض کردم که ایشون همچنان هستن در نشست های دیگر در همین هزاره شعر. باز از
همصحبتی با اکبر اکسی لذت خواهیم برد. اما در این نوبت همراه ما باشید که هزاره شعر ادامه داره. ای سلسله مشک فکنده به قمر بر، خندیده لب پرشکر تو به شکر بر، چون قامت تو نیست سهی سرو خرامان، چون چهره تو نیست گل لال به بر بر، تا تو کمری بستی باریک میان را، گویی که عیان بستی وی حک به خبر به، مانا که رخم زرین کردی ز فراقت، کردی ز رخم طرف و نشاندی به کمر به، چندان غم و اندوه فراز آمده در دل، کندوده شده اندوه و غم یک به دگر به، دل شد سپر جان ز نهیب مژه تو، دل شد سپر جان ز نهیب مژه تو، تا چون مژه زخمی زند آخر به جگر بر، جان و تن بیچاره درمانده نمانده، گر زخم جگر دوز تو آید به جگر بر، جان و تن بیچاره درمانده نمانند، گر زخم جگر دوز تو آید به جگر بر، تا هجر نشسته است به نزدیک تو ساکن، این وصل سراسیمه بمانده است به در بر، بر تو گذرم روی بتابی همی از من، گویی که ندیدی تو مرا جز به گذر بر، من بر تو همی هرچه کنم دست نیابم، من بر تو همی هرچه کنم دست نیابم، ای رشک قمر دست که باید به قمر بر. بیت پایانی شعر زیبا از مسعود سعدو میخونم، یاد اون بیت خودم میفتم، هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم، اندوه بزرگی چه باشی چه نباشی، پر استعاره و تشبیه این تصویر، ای سلسله مشت فکنده به قمر بر. البته من قرار نیست که بیتار توضیح بدم، اما میگه ای کسی که سلسله زنجیر، زنجیری از مشت، مادی سیاه رنگ معطر، ای کسی که گیسوانی که مثل زنجیری از مشت کس رو بر چهره ماهت ریختی، و بعد میاد با او باز در مقام معشوق توصیف میکنه، تشبیه میکنه و او رو آماده میکنه برای اینکه در واقع گلایه های خودش رو از معشوق ارائه بده. هر وقت من شعرهای عاشقانه از مسعود سعد میخونم این نکته یادم میاد، عشق چه وسوسه‌ای که دست از سر یک حصاری و زندانی دربندی مثل مسعود سعد هم که توی سو و ناو و مرنج و اینها شاید ربع قرن زندانی بوده بر نداشته. غیرت عاشق رو هم که در اون بیت پایانی به نمایش میگذاره دیگه، میگه که من که میدونم دستم هرگز به تو نخواهد رسید، اما خودت بگو چه کسی شایسته تر از منه که دستش بخواد به چهره ماه تو برسه. و البته با همین طرح وزن و قافیه و ردیف و قالب و اینها دو شعر به ذهن من اومده نوشتم از صنایع امیر موعظی، ای تازه تر از برگ گل تازه ببر بر، یکی این شعر، این بری که اومده در زم دو حرف اضافه بر یک متممه که جزء خصیصهای زبانی سبک خراسانیه، بر رو باید آورد قبل متمم گذاشت و گفت مثلا بر تن به بر بر، یعنی بر 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 هم به معنی پیکره. و البته شعر دیگه از صنایع هم خاطرم هست، ای خند زنان بوس تو بر تنگ شکر بر، تقدیم شما.
یکی از جذابترین مقولات هنر به ویژه در ادبیات و به خصوص در شعر طنز هست که هم زبان شیرینی داره و هم مخاطب رو خیلی زود به خودش جذب میکنه و همه ناگفتنی ها حتی همیشه به طنز گفته شده. حالا طنز در آثار یک شاعری که به عرفان مشهوره و ویژگی های منحصر به خودش رو داره موضوع بسیار جذاب میتونه باشه، به خصوص اگر کسی این موضوع رو بررسی کنه که هم خوش سخنه هم دانا. آقای دکتر حسن نورانی عزیز اینجا هستن که درباره طنز در شعر سنایی قرار با هم حرف بزنیم. آقای دکتر درود بر شما، خیلی خوش آمدید. درود بر شما، سپاسگزار از دعوتتون و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان. پاینده باش. سپاسگزارم که حضور پیدا کردید در این برنامه. اظهاره شعر میخواد جدی اما با لحن پذیرفتنی از ادبیات صحبت کنه. خب طنز و مقوله طنز اونم در شعر شاعری که یکی از سه رأس مثلث عرفان ادبی ماست، یعنی حکیم مجدود ابن آدم سنایی، حتما بحث جذابیه. گویین که ما در تاریخ ادبیات سنایی رو به زهد ورزی ها و حتی بدخلقی های اجتماعی میشناسیم. آدم سختگیری بوده و انتقادهای صریحی به زاهدان و حتی عرفای روزگار خودش داشته. همین باعث میشه طنز جذابتر هم بشه. طنز در نگاه سنایی به چه شکل‌های خودشو نشون داده و کجاها میشه جستجو کرد؟ ببینید جناب دکتر، من فکر میکنم نخست یک نگاهی کلی به طنز داشته باشیم. من فکر میکنم هنوز ما تعریف خوبی از طنز در ادبیات پیدا نکردیم. عموما تعاریف ما از طنز تعاریف واژگانی و لغتنامه‌ای هستش. یعنی طنز رو تا میگیم طنز مثلا یک تعریف لغتنامه‌ای ده خدا چی گفته، فلانی چی گفته و فهرستی از اینهایی که تعریف طنز میشه. این یه مسئله است که آیا طنز رو حتما باید با مثلا ریشخند کردن یا خندیدن یا مسائل مثلا هزل و هجو و اینا یکی بدونیم، یعنی هر متنی که بتونه مخاطب رو به خنده بندازه طنز نامیده میشه؟ نکته بعد من فکر میکنم ما مجموعاً نمیتونیم، یعنی چیزی که من فکر میکنم یک نظریه است، حالا میتونه اثبات بشه میتونه مردود باشه، نظر من اینه که ما نمیتونیم به طور کلی از طنز آثار قدما اونطور که بوده آگاه بشیم. به چه دلیل؟ من با امروز خودمون که مقایسه میکنم، ببینید خیلی از چیز به خاطر همزمان نبودن ما با اونهاست. خیلی از چیزهایی هستش که امروز در یک موقعیت یا جایگاه، اصلا طنز موقعیت مثلا فیزیکی یا مثلا چیز کار ندارم، کاملا طنز گفتاری رو میخوام بحث کنم. فرض کنید امروز توی مثلا اتفاقات سیاسی که ما مواجه میشیم، یک وزیری، یک وکیلی، یک نماینده یک چیزی میگه در یک دوره خاصی، این یک باری برای مردم پیدا میکنه، طنز میشه. نمونه هاشو مثلا ما میتونیم توی مجله مثلا وزین گل آقا ببینیم. خب سالهای دور، سالهای دور بود مثلا. دیگه مثلا یا توی مثلا حالا چرند و پرند توی ادبیات مشروطه که اگر کسی توی اون موقعیت نباشه نمیفهمه که شاعر اینجا به چی یا به کی داره طعنه میزنه، چون جمله ممکنه یک جمله کاملا عادی باشه اما گوینده در موقعیتی نابجا چیزی رو گفته که تبدیل شده به یک انتقاد یا تبدیل به یک موقعیت طنزآمیز. حالا ما در دوران معاصر به مدد فیلم و نمیدونم صدا و صوت و تصویر این چیزها رو میتونیم حفظ کنیم یا داشته باشیم، اما آیا در دوره‌ای که مثلا سنایی میزیسته، در دوره‌ای که عطار میزیسته، در دوره‌ای که مولوی میزیسته، قطعا اون موقع هم همین اتفاقا بوده. قطعا خیلی از این کلام ها ممکنه که تیکه‌ای باشد به کسی یا چیزی یا موقعیتی که ما با خوندن متن صرف امروز نمیتونیم اونو درک کنیم. خب البته شأن اون طنز و اینکه چه کاربردی داشته کاملا درسته، اما از یک طرف شیوه طنز پردازی، حالا انواع طنز رو هم باید دستبندیش رو در نظر بگیریم. خب طبیعتا فکاهه هزل هجو با طنز مشخصه که، ولی خب طنز وقتی میگیم قابلیت ساختاری یک متن مؤلفه های طنز رو داره. ولی نهایتا ما به این میرسیم دیگه، در همون حکایت کوتاه حدیقه سنایی غزنوی، ابلهی دید اشتری به چرا، گفت نقشت همه کج است چرا. مقدمه طنزآمیز یا شوخ طبعانه ای آغاز کرده برای یک
نتیجه بسیار جدی و به تعبیر فرنگی‌ها ایدئولوژیک گفت اشتر کن در این پیکار عیب نقاش میکنی. هشدار. یه دفعه میرسیم به یک مقوله خیلی جدی که واقعا همینطوره. عموما طنزهای صنایع از همین دسته، یعنی شروع یک موقعیت طنزآمیز برای گرفتن یک نتیجه جدی یا حکمت آمیز. اما در همین موقعیت ها تا جایی که تونسته، حالا صنایع به قول تعبیر اول شما که خب صنایع عبوس و خشک و زاهد در واقع به نوعی، خیلی تو حوزه طنز وارد نمیشه به اون شکل امروزیش یا حتی عرض کنم به شکلی که مثلا مولوی توی آثارش وارد میشه. البته که تفاوت هم هست، خب مثنوی کتابیه که در جلوت سروده شده، برای عام گفته شده، مخاطب سینه به سینه نشسته، اما حدیقه خب این ویژگی رو نداشته که مثلا برای مخاطب خاص در لحظه‌ای در روبرو باشه و در همون لحظه ساخته بشه شاید گاهی. اما توی طنز واژگانیش مثلا همین عبارتی که اشتر گفت هوش دار، این هوش ما رو اگر به واژه ها بخوایم دقت کنیم یاد میفتیم که هوش اصطلاحیه که عموما چارپاداران خطاب به چارپایانشون میگن. در واقع به جای اینکه اون آدم به شتر بگه هوش، شتره داره با آدم میگه شتره داره با آدم میگه هوش. یعنی این رو به ذهن ما میاره که هوشدار گفتن شتر، این خب ظاهرش یعنی آگاه باش، هوشدار، ولی که اون حالت تاکیدی داشته میشه آرومتر، یواشتر. یعنی دار رو وقتی جدا کنیم از این ترکیب، یعنی یک واژه در واقع دو واژه در نظر بگیریم، هوش دار یعنی که آروم باش، و این رو حالا شتر داره به یک انسان ابله خطاب میکنه، در واقع این یک موقعیت طنز واژگانی ایجاد میکنه. خب ببینید، همین واژگانی که میفرمایید اتفاق میفته تو شعر صنایعی. در اون قصیده فوق العاده زیبا و مشهور صنایعی، مکن در جسم و جان منزل. مکن در جسم و جان منزل خودش یک حرف عجیبیه. نمیگه در جسم منزل مکن، چون همیشه جان پسندیده است و جسم رو مکروه میدارن و میگن که نرید سراغش در تعالیم عرفانی. ولی همین که میگه مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن بالا، در واقع ادای آدمی رو در میاره که گرفتار جسم و جان هست و داره مسخرش میکنه دیگه. مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن بالا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش و نه آنجا. دقیقا. این خودش رگه هایی از طنز در نوع شوخ طبعانه، البته عصبی. بله. این داره نقد میکنه، عصبانیه و ادای طرف رو در میاره و در واقع یه جوری رد میکنه گفتار دیگری رو. ببینید، خب اساسا یه دلیل عمدش هم اینه که این که در جسم و جان، این بحث متکلمانه، بحث ملایان روزگار صنایعی هستش که خب صنایعی حتی تا دورهای بعد دیگه، تا حافظ هم ما اینها رو داریم و عموما شاعرانی از این دست که خرد بیشتری نسبت به توده مردم دارن و به خواص هم خیلی روی خوش نشون نمیدن، مقداری عصبانیت هم توش هست. یعنی این که مثلا میگه در جسم و جان، این بحث اونهاست که عجز و لایعجزه، که مثلا این مجوز داره اون نداره، بحث مکتبیه، بحث مدرسهیه، بحث فقهای چسبیده به بدنه دربار اون روزگاره که اینها با انتقاد صنایع خودش جز همین فرق است دیگه. حالا شاید البته صنایع یک شخصیت عجیبی داره، هم درباری بوده هم دربار گریز، یعنی همزمان که شعر عرفانی در کیفیت خیلی بالا میگه، همزمان مدح شاهان رو هم میگه. دقیقا تو همین حدیقه تو پایانش دیگه همش به بهرامشاه و اینا اشاره میکنه. ولی یک نمونه منحصر به فرد صنایعی، مثلا عطار نیست که ناگهان ارتباط با دربار رو کاملا قطع کنه و به سمت عرفان بره، یا ناصر خسرو به شکل دیگر. ناصر خسرو شباهت زیادی به صنایعی داره از جهت همون ایدئولوژی بودن و اینکه خیلی قطعی نظریات و جهان بینی های خودش رو بیان میکنه و اصلا هم اخلاق خوبی نداره، یعنی نه اینکه بد اخلاقه، از اینکه تنده در بیان. صنایعی خیلی شبیه، اما در دوره‌ای که ناصر خسرو از دربار گریزان میشه دیگه تا پایان عمر، اون این اتحاد رویه در ناصر خسرو و در عرفای ما بعد از اون همه هست، اما در صنایعی این نیست. خود این مایه یک طنزی میتونه باشه. اینکه زاهدان رو متهم میکنه به اینکه گناهکارن، دقیقاً مایه‌ای از
طنز درش هست، گویی که صنایع قصد طنز پردازی نداره. بله. و در واقع بهره طنز نمیگیره از این موقعیت که زاهدی که به مقام زهر رسیده و حالا اسم و رسمی در جامعه داره اما زاهد واقعی نیست، دانا نیست، نادان نیست که ادعای دانایی میکنه. دقیقاً. خب این میگم توی همه دوره هست، ما تو گلستان هم میبینیم سعدی بارها به این قشر. خب سعدی یکی از اولین آدم هاست که این کارو میکنه. سعدی من فکر میکنم شاید این هم باز یک نظریه است که سعدی یکی از ویژگی های خوبش شاید اینه که خودشه، یعنی خودشو پشت آثارش پنهان نمیکنه. یه چهره ما از یک شاعری در آثار میشناسیم و یک چهره در پشت این آثار وجود داره که واقعیت اون آدمه و این آدم شاید این کار رو نکرده که مثلا گزینش بکنه اون افکار ایدئولوژیکش یا مبارزه جویانش یا انتقادیش رو فقط اونها رو نشر بده و بقیه یه ساحت وجودیش که میتونه انسانیم دیگه، به قول در واقع استادان بزرگ میگه خب مثلا تو شاهنامه ما میبینیم که انسان خیلی درست تصویر شده، شخصیت رستم یک شخصیت خاکستریه، همیشه اشتباه هم میکنه. همیشه یک پهلوان بی خطاه، مثلا خیر نیست، جایی که مثلا با رستم داره با سهراب داره میجنگه داره نیرنگ میکنه، اونم حتی... درباره فرزندش و در واقع به فرزند کشی میرسه کارش. اون و این اصلا تئوری فرزند کشی و چقدر اون جمله من خیلی این رو دوست دارم که وقتی سهراب میگه که بخواهد هم از تو پدر کینه من، خب سهراب بچه است دیگه در مجموعه، این داره میگه الان هم شما یه بچه یه دعوا کنی میگه بابام بیاد حالتو میگیره و سهراب دقیقا هنوز وقتی که شکست میخوره اون شخصیت بچه گونش یورو میکنه که بابام بالاخره انتقام من از تو میگیره و شخصیت خاکستریه. اما ما خیلی از آدمها رو که میشناسیم در عرصه های گوناگون هنر و فرهنگ و ادبیات، البته که خب حالا کار ما هست و بحث ما، یک شخصیتی دارن در آثارشون و یک شخصیتی دارن در زندگی واقعی، شخصیت حقیقیشون خیلی تطبیق نداره با آثار و گاهی اصلا خوشایند هم نیست. و شاید این ویژگی خوب صنایعی باشه که شخصیت خودش رو پنهان نکرده در آثارش، یعنی همچنان تا اواخر عمرش که علاقه به مدح پادشاهان داشته گهگاهی دوباره بروز میکرد و بله همزمان دو بعد از شخصیتش. حالا آقای دکتر نورانی عزیز نمونه از طنز در حدیقه داریم که بخونیم از روش و بررسی بکنیم؟ عرض اصلی که خب این بود طنز حدیقه، یعنی مخاطب و شنونده ما خیلی انتظار نداشته باشه که الان قهقه بزنه چون جنس طنز در حدیقه، اما ولی خب میشه در همون حکایت‌های آغازیش همون داستان و باستان که اشتر که حالا بحثش شد دیگه فکر کنم اگر نمونه دیگری هست از فرصت استفاده کنیم. از اون مثلا تمثیل فی اصحاب تمنا سو، مثلا میگه رادمردی ز غافلی پرسید، باز ببینین اینجا هم دوباره تقابل دانا و اون تضادی که گفتم زیر بنای طنز هست اینجا هم هست. رادمردی ز غافلی پرسید چون ورا سخت جلف و جاهل دید، گفت هرگز تو زعفران دیدی؟ خب همین که یکی میپرسه تو زعفرون تا حالا دیدی مثلا، خب این چه دلیله، چه سوالیه؟ ذات این پرسش ایجاد تمسخر هستش. بله بله. یا جز از نام هیچ نشنیدی؟ گفت، حالا اون در واقع جاهل داره پاسخ میده، گفت با ماست خوردم بسیار، صد ره و بیشتر، نه خود یک بار، صد بار خوردم، یه بار هم نخوردم، با ماست هم خوردم. اینجا البته ما چون میدونیم من معمولا جامعه شناسی ادبیات میکنم تو هر آثاری میام خب این خوردن ماست و زعفران تو این دوره هم یک غذایی به حساب میومده، میشه اینا رو تحلیل کرد. میگه با ماست خوردم اونم خیلی زیاد، فقط یه بارم نه. تاور را گفت راد مرد حکیم، اینت بیچاره اینت قلب سلیم. خب این کلمه اینت که معنی به به و مثلا آفرین و این ایجاد در واقع یک موقعیت بچه کنایی داره دیگه. کنایی داره، همونطور که شاید اینها برگرفته از طنزهای قرآنی هم باشه. ببینیم توی قرآن مثلا ما ببینیم که میگه بشارت باد به ایشان مثلا جهنم، یعنی با کلمه مژده آغاز میکنه ولی یک در واقع مژده نیست، مژده‌ای نیستش. همونی که ما شاید تو گفتار روزمره‌مون هم این کارو میکنیم، میگیم که مثلا یه چیزی میفته میشکنه میگیم مبارک باشه مثلا مثلا خب آفر خدا رو شکر الحمدلله، مثلا میره میگه که فلان
جنسی که میخوای بخری چهار برابر شده قیمتش، میگی باری که الله تشبیه میکنه. یعنی اینجا باز طنز واژگانی آوردن این به عنوان مثلا یک کلمه بشارت به یک نادانی که داره یه اشتباهی رو میکنه. در واقع بیشتر فضای تمسخر و مضحک است در روایت. خود روایت طنز نیست، شکل بیانش در رویارویی دوتا شخصیت این فضای مضحکه رو ایجاد کرده. و البته باز در نهایت هم که نتیجه حالا میخواد اخلاقی یا اعتراضیشو بگیره، میگه تو بصل نیز هم نمیدانی، بیهوده ریش چند جنبانی. بصل هم پیاز دیگه. خب زعفران در گذشته هم قاعدتا یک چیز خیلی کم یاب و پربهایی بوده و پیاز از گذشته تا به اکنون یک غذای حالا اکنونو من الان نمیدونم، اما ممکنه پیاز هم گران شده باشه. حالا در این خاطرات گذشتمو میگیم. ولی سمبل کم بهایی است. کم بها بودن و در دسترس بودنه. میگه تو بصل هم دو بصل نیز هم نمیدانی، بیهوده ریش چند جنبانی. ریش جنباندن هم که کنایه از سخن بیهوده گفتن و زیاد حرف زدن. جنبه تصویریش مرد طنز آمیزه. بله. آنکه او نقش خیش نشناسد نقش دیگر کسی چه پرماست. یعنی لمس کنه، میگه تو نقش خودت هم نمیدونی چجوری میخوای از دیگران گفتگو بکنی. باز اینجا داره میره سراغ کی؟ اون متشرعان و ملایان و فقها و علما نماهایی که در روزگارش نقد و انتقاد صنایعی که بحث گسترده دیگری است صحبت میکنن. و میگه آن حالا بیایم چند بیت پایین ترش، البته خیلی کل حکایت طولانی نیستش، میگه ورنه او از کجا تو ز کجا. این او برمیگه به خدا که داره بالاتر میگه که شما نمیشناسین خدا رو. خاموشی به تو را تو جاج مخواه، یعنی سخن بیهوده مگو. این جاج خواهیدن امروز ما تو کلاس درس رو که رواج پیدا کرده میگیم کنایه سخن بیهوده و جاج نمیدونم بوته ایه که شطور این رو هر چقدر میجوه نرم نمیشه. من میشه تو کلاس ها بشوخی میگم سر دهان میجنبد اما خوراکی نیست. من به شوخی به بچه ها میگم که آدامس شطوری هستش که شطورها میجویدن اما چیزی در دلشون نمیرفته. اما واژه ژاژ خایدن شاید امروزه برای ما اینجوری معنی میشه. در گذشته که خب این دیدن شطور و نوع جویدن شطور برای مردم ملموس تر بوده و ما این رو خطاب به یه آدمی میگفتیم احتمالاً باره طنز بیشتری صرفا معنی داشته. نبوده تصویر هم دقیقاً بوده. یعنی یک اتفاق تصویری بوده، یعنی ایمیجری بوده توی اتفاقی که داره شکل میگه، تا ما باید حتما تصویرش هم ببینیم که به معنای بیشترش برسیم. و از این دست طنزهای واژگانی ما تو صنایع داریم. تو بخشای جدی بیشتر هم تو بخش مضحکه و تمسخر هستن و تقابل آدمهایی که در تضاد با هم هستن در یه موقعیتی. البته خب صنایع آثار هجو و هزلی هم داره که خب دیگه موضوع بحث هستن دیگه. اصلا هزل شکلش کلامش به شکلیه که خب چندان قابل گسترش مخصوصا در محیط های علمی نیست. دقیقا. و اصلا عذرخواهی میکنیم که نمیتونیم حذف های صنایع رو براتون بررسی کنیم. سپاسگزارم آقای دکتر نورانی عزیز. مثل همیشه از خوش سخنی شما و داناییتون بهره بردیم. با ما باشید با هزاره شعر، ضمن که آقای دکتر نورانی عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یکی از شورانگیزترین و مؤثرترین بخش‌های ادبیات داستانی و عاشقانه ما بخشی است در داستان خسرو و شیرین، شاهکار نظامی گنجوی، و اون هم مناظره خسرو با فرهاد هست، دو رقیب عشقی که البته فرهاد به اون الگوی عاشق در فرهنگ ایرانی نزدیکتر است. مثله های اول در این مناظره خسرو میگه و جوابش رو فرهاد میده. هر مثله مال یکی از این هاست. نخستین بار گفتش کس کجایی، بگفت از دار ملک آشنایی. بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند، بگفت انده خرند و جان فروشند. بگفت جان فروشی در ادب نیست، بگفت از عشق بازان این عجب نیست. بگفت از دل شدی عاشق بدین سان، بگفت از دل تو میگویی من از جان. بگفت عشق شیرین بر تو چون است،
بگفت از جان شیرینم فزون است. بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب، بگفتاری چو خواب آید کجا خواب. بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک، بگفت آنگه که باشم خفته در خاک. بگفتا گر خرامی در سرایش، بگفت اندازم این سر زیر پایش. بگفتا گر کسی شارد فراچنگ، بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ. بگفتا گر نیابی سوی او راه، بگفت از دور شاید دید در ماه. بگفتا دوری از مه نیست در خور، بگفتا آشفته از مه دور بهتر. بگفتا گر بخواهد هرچه داری، بگفت این از خدا خواهم به زاری. بگفتا گر به سر یا بیش خوشنود، بگفت از گردن این وام افکنم زود. بگفتا دوستیش از طبع بگذار، بگفت از دوستان ناید چون این کار. بگفتا آسوده شو کاین کار خام است، بگفتا آسودگی بر من حرام است. بگفتا رو صبوری کن در این درد، بگفت از جان صبوری چون توان کرد. بگفت از صبر کردن کس خجل نیست، بگفت این دل تواند کرد دل نیست. بگفت از عشق کارت سخت زار است، بگفت از عاشقی خوشتر چه کار است. بگفتا جان مده بس دل که با اوست، بگفتا دشمنند این هر دو بی دوست. بگفتا چونی از عشق جمالش، بگفت آن کس نداند جز خیالش. بگفت از دل جدا کن عشق شیرین، بگفتا چون زیم بی جان شیرین. بگفت او آن من شد زو مکن یاد، بگفت این کی کند بیچار فرهاد. بگفت ار من کنم در وی نگاهی، بگفت آفاق را سوزم به آهی. چو عاجز گشت خسرو در جوابش، نیامد بیش پرسیدن ثوابش. به یاران گفت کس خاکی و آبی، ندیدم کس بدین حاضر جوابی. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.